نشست علمی روزانه آیت الله سید صادق حسینی شیرازی روز یک شنبه نهم رجب سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله شیرازی در رابطه با دلیل تعداد برخی از ذکرها از جمله آنچه که در تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها آمده فرمودند همان گونه که طبیب برای درمان بیماری ها مشخص می کند که بیمار به چه مقدار دارو نیاز دارد بر اساس آنچه که از معصومین علیه السلام به ما رسیده در رابطه با تعداد ذکرها از جمله تسبیحات حضرت زهرا بایستی دقیقا به همان تعداد و همان گونه انجام شود و از آنجا که خدای عزوجل حکیم است بر اساس حکمت خود سی و چهار مرتبه الله و اکبر سی, و سی مرتبه الحمدلله و سی و سی مرتبه سبحان الله را به عنوان ذکر در تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها قرار داده است معظم الله در رابطه با برخی از صفات الهی که حکایت از قدرت بی منتهای خدای متعال دارد با اشاره به فرازی از صلوات حضرت فاطمه زهرا که در آن تعبیر به آن عددی که در احاطه و قدرت توست آمده فرمودند منظور از این عبارت عددی است که از سوی بشر قابل شمارش نیست و ما نمی توانیم به آن دست یابیم و تنها خدای متعال به آن احاطه و علم دارد و بلکه بسیار بیشتر از میلیون و میلیارد می باشد. ایشان در رابطه با معنای سر با اشاره به آیه چهار سوره تقابون او آنچه را که در آسمان ها و زمین است و آنچرا که شما پنهان و آشکار می کنید همه را می داند و خدا به اسرار دلها هم داناست فرمودند سر آن چیزی است که فقط خدای متعال نسبت به آن آگاهی دارد و بر اساس اذن الهی اهل بیت علیهم السلام نیز نسبت به آنها آگاهی یافتند آیت الله شیرازی همچنین با اشاره به آیه نه سوره نجم تا آنکه فاصله خدا با پیامبر به اندازه فاصله دو کمان یا کمتر بود فرمودند اگرچه معنای قاب قوسین به اندازه دو کمان است اما اینکه در آن دنیا چه مفهومی دارد ما از آن اطلاعی نداریم و جزء همان اسراری است که خدای متعال و اهل بیت علیه السلام از آن آگاه می باشند با هم فرمایشات آیت الله شیرازی را ببینیم و بشنویم نمیدونیم ما چقدره قاب قوسین قوسین که ما میدونیم یعنی دوتا کمون پیش هم بذارن اما در اون عالم چیه نمیدونیم خدا که جای معین نی خدا همه جا هست یعنی مثل که مسجد میگن خونه خدا حالا خونه خدا یعنی خدا ساکنه در مسجده اینو بهش میگن نسبت تشرفی یعنی کعبه خونه خداست این شرافتش اینه که نسبت به خدا داره نه اینکه راست خدا اونجاست قاب قابسون آدم همینجوره نسبت به اون محلی که مورد عنایت خاص خدای عز وجله، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله تا نزدیک اونجا قدر دو کمون رفته، نه اینکه خدا اونجا خدا مکان نداره سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله به این شرح بود حکم سلام به غیر از خدا در نماز احکام متابعت در نماز جماعت توصیه اکید به زیارت امام حسین علیه السلام و برتر بودن امام حسین و حضرت عباس سلام الله علیه ما نسبت به صفا و مروه از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به آنها اشاره و یا پاسخ داده شد لازم به ذکر است که سلسله نشست های علمی آیت الله ازما سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم خیابان چهار مردان کوچه شش رأس ساعت ده و چهل و پنج دقیقه به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاحسد فرکانس 120 تا 73 بیننده این نشست علمی باشید.